در ادامه سیر و سفرمون به گوش و کنار آلمان به یکی دیگر از مناطق این کشور سر زدیم، به منطقه در جنوب غربی آلمان به نام کایزرشتول. این منطقه که 380 کیلومتر مربع مساحت داره، یکی از مراکز مهم تفریحی و همچنین پر از باغ‌های انگوره. سالانه در حدود 185 هزار نفر به این منطقه توریستی میان. اینجا یکی از آفتابی ترین مناطق آلمان به حساب میاد. آلمان کشور آفتابی نیست، اما در کایزرشتول که باشید احساس میکنید به ایتالیا سفر کردید. فکر میکنید چند ساعت در سال اینجا آفتاب هست؟ فکر میکنم در حدود 2700 ساعت، 800 ساعت، 1500 تا 2000 ساعت. هوا در کایزرشتول سالانه در حدود 1720 ساعت آفتابیه. این میزان در مقایسه با سایر کشورهای آلمان روزانه نیم ساعت بیشتر. به خاطر آب و هوای مدیترانه‌ای این منطقه تهیه شراب از باغ‌های انگور در اینجا بسیار مرسومه. 42% از زمین‌های این منطقه رو تاکستان انگور تشکیل میدن. شراب این منطقه در خارج صادر میشه و بسیار شناخته شده است. برای آشنایی با نحوه تهیه شراب آماده میشم. اینجا رو باید با قیچی جدا کنیم. اینا خراب شدن، به درد نمیخورن. این دستگاه که عدد 85 رو نشون میده کارش چیه؟ این دستگاه در جیب هر کس که تاکستان داره پیدا میشه. با کمک این دستگاه کیفیت انگور رو بررسی میکنه. هر روز که آفتاب تابش میکنه، یک درجه به میزان شیرینی انگور اضافه میشه. 85 یعنی میزان شیرینی و رسیدگی انگور، که این عدد میتونه کار تهیه شراب رو تعیین بکنه. البته به جای استفاده از این دستگاه میشه هسته انگور رو گاز زد و امتحان کرد و به نسبت زبر بودن هسته میشه گفت که انگورا رسیدن یا نه. چه ویژگی این انگور رو از بقیه متفاوت میکنه؟ منظورم اینه که این انگور ظاهرا با بقیه فرق نداره. چرا فرق داره؟ ببینید، این انگور وقتی شکوفه زده به دو نیم تقسیم شده و به همین دلیل هم کیفیت بهتری داره. حالا میریم به مکانی که در اون انگورها با ماشین پرس میشن و نگهداری. قراره از هر سه نمونه شرابی که در سال گذشته تهیه شده امتحان کنیم. هر سه نمونه به لحاظ رنگ و مزه باید با همدیگه فرق داشته باشن. حالا بعد از امتحان انواع شراب‌ها چند قدمی در هوای تازه راه میرم. کایزرشتول به خاطر هوای آفتابیش از من 5 ستاره میگیره. به خاطر موقعیت جغرافیایی این منطقه که در کنار فرانسه و سوئیس قرار گرفته، 4 ستاره دیگه هم امتیاز میدم و در انتها به آبجوی آلمانی هم 1 ستاره بیشتر نمیدم، چون با شرابی که اینجا تهیه میشه قابل مقایسه نیست. با چند بطری شراب این منطقه رو ترک میکنم و به سفر در زیباترین سرزمین دنیا ادامه میدم.